در تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی پسابند غور 28 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. همچنین مسئولان محلی گفتند که در این درگیری ها 4 تن از نیروهای امنیتی از پای در آمدند. این درگیری روز چهارشنبه زمانی آغاز شد که طالبان از 4 سو به قصد تصرف مرکز ولسوالی پسابند روی پاسگاه های امنیتی حمله کردند. همچنین از یک هفته بدین سو راه های زمینی به روی مردم این ولسوالی بسته است. این گزارش را همکارم آصف جاهد آماده کرده است. اوضاع آنگونه که مسئولان محلی میگویند پس از یک شب خونین اکنون در مرکز ولسوالی پسابند آرام است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت شب هنگام طالبان از 4 سوی پاسگاه های امنیتی حمله کردند که قصدشان تصرف مرکز ولسوالی بود. و افزود در این درگیری 16 تن از طالبان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند و در کنار این نیروهای امنیتی هم 11 کشته و زخمی دادند. که در نتیجه درگیری دیشب تعداد 28 نفر از طالبان کشته و زخمی شدند که 16 کشته و 12 زخمی هستند. و در این حال در این درگیری های مقاومت برنامه نیروهای امنیتی هم 4 تن از نیروهای امنیتی شهید شدند و 8 تن زخم داشتند. پسابند در یک ماه گذشته به منطقه خطرناک دگر شده است. طالبان بارها کوشیدند تا با حمله های فراگیر مرکز این ولسوالی را تصرف کنند تا جایی که به 2.5 کیلومتری شهر هم رسیده بودند ولی نتوانستند به مقصد خود برسند. از سوی دیگر این درگیری ها باعث شده تا راه های منتهی به پسابند بسته شود. به گفته آقای خطیبی مردم در شرایط سختی در این ولسوالی به سر میبرند چون مواد خوراکی به آنها نمیرسد. مواد غذایی و مواد اولیه مردم قیمت هاش صعود میکنه و مردمی که درآمد ندارن از این نیوان متضرر میشن. ولسوالی پسابند یکی از ولسوالی هایی است که با ولایت هلمند هم مرز است و به گفته مسئولان طالبان از این ولایت وارد آنجا می شوند. پیش از آغاز جنگ هم طالبان در خانه های مردم جابجا شده بودند. در همان زمان نمایندگان شورای ولایتی و کنشگران مدنی از این باره ابراز نگرانی کرده بودند. ولی این نگرانی ها جدی پنداشته نشد و اکنون پسابند به منطقه جنگی دگر شده است.